الحمد لله الحمد لله. همه اینا که صبح شدن در همین برنامه ده ها نفر صدها نفر. سلام بر شما خانمه. اگه اجازه بدین اسمم نگم. اشکال نداره بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت بودفکن تاریخ معاصر و پدر گرامی ما آقای دکتر ملازاده. سلامت باشید. لطف دارید. من 22 سالمه و 4 ساله که به لطف خدا مذهب دروغین تشیع رو کنار گذاشتم. الله اکبر الله اکبر. زنده باشید. و نمیدونم چه کار خوبی انجام داده بودم که پیش خدا لایق این هدایت بودم، ولی خدا رو سر بزار مرتبه شکر میکنم و خوشحالم که الان به جای زیارت عاشورا و دعای توسل قرآن رو ختم میکنم. الله اکبر. زنده باشیم. و روزی چند صفحه از قرآن رو با معنی میخونم. از همسرم خیلی تشکر میکنم که در کمال صبر کامل به تمامی سوالات من پاسخ داد و منو کمک کرد. الحمدلله. زنده باشید. لطفاً برای خانواده‌ام دعا کنین، توصیه کنین که اونا هم راه درست رو انتخاب کنن. خداوند شما را سرمنشأ هدایت اونها و کشانتون قرار بده. نه شرک ربطی به این گنبد نداره. شرک مدد خواهی از غیر خود. خود گنبد درست کردن که شرک نیست که. این بدعت کوچیکیه. یه بدعت کوچیکیه. دقت بکنی. اما شرک مدد خواستن از غیر خداست. مشکل اینجاست. اینو باید در قلبها درست کرد. اینو فکرها رو باید درست کرد. یعنی چه گنبد باشه چه نباشه. چه گنبد باشه چه نباشه. مادامی که قلبها ایمان مسلمانان درست نباشه، خود از غیر خدا کمک میطلبن. چرا؟ چون خدا رو چرا خدا رو فراموش میکنه؟ چون احتمالاً نشناختنش. اگه کسی اسماء خدا رو بشناسه، صفات خدا رو بشناسه، به سراغ دیگری نمیره خود به خود. ولی چون عقیده اسلامی در میان مسلمانان ناشناخته، یک ارثی بردن، مثل مسیحیان که دین ارث بردن، مثل یهودیان که دین ارث بردن، مسلمانان هم الان دین ارث بردن، همینجوری ارثی. دقیقاً به این خاطره که شرک میورزن. کاملا با این حرف شما دقیقا قبول دارم حرفتون رو. اما من الان تو کشور ایران دارم زندگی میکنم، کلیه کسانی که در اطراف من هستن شاید ذهنشون کاملا بسته شده در این زمینه که نباید غیر از خدا، یعنی غیر از خدا از کسی دیگه چیزی خواست. یعنی در کلیه ائمه ما و بزرگان ما از غیر از خدا از کسی دیگه چیزی نخواستن. آفرین. من شاید این صحبت رو خیلی صحبت میکنم، منظورم اینه که هیچ یک از ائمه ما ننشستن و دست به توسل برداشته باشن و گفته باشن چون ما نوادگان پیغمبر هستیم، خدا جای ما که تو بهشت دیگه، ما بشینیم و دست به توسل داشته باشیم. نخه. کلیه ائمه ما جونشون رو گذاشتن، فرزندانشون در راه اسلام فدا کردن. اما ما شیعیان من خودم نه، ولی شیعیان اسم شیعه رو دارن با این کارهای امروز خودشون خراب میکنن. شیعه واقعی کسی هست که باید پیرو باشه، کسی باشه که باید در مقابل برای دینش، اسلامش، برای مذهبش جانفشانی کنه، نه اینکه یک جا بشینه دست به توسل ببره، دست قبر پرستی ببره. این دکانی که آخوند باز کرده، نه مشکل اینجاست. یعنی آخوند آمده ائمه بزرگوار اسلامو به ذات تجاره خب قرار داده، باش تجارت میکنه، از اون سرمایه گذاری میکنه برای دنیای خودش، سوء استفاده میکنه برای دنیای خودش. مشکل اینجاست. همین بازی در مسیحیت شد، قرون وسطای مسیحیت ایجاد کرد. همین بازی در تشیع شده، الان قرون وسطای تشیع رو ایجاد کرده. مشکل اینجاست. الان باور کنید، همونطور که شما میفرمایید 90% مردم ایران و جوانان ایران اگه همجوری باش مخاطب قرار بدین، حرف شما رو میزنن. همین حرف زیبا و توحیدی شما رو میزنن. لیکن مانع کیه؟ مانع آخوندان. چون آخوند سود داره.
آخون در امام فروشی سود داره، نفع مادی داره. شما میدونید که هم شاه و هم شیخ از امام رضا حقوق میگیرن. این حقوق از کجاست؟ از پول بیچاره مردم، مردم بیچاره. مشکل اینه کاملا دارین توی الان جامعه امروزی ما این حرفا که شما الان میزنید کاملا هست، اما بعضی خیلی بگم در اکثر شیعه ما کسانی هستن که پیرو به ائمه هستن و فقط یکتا پرستی میکنن، اما اکثر این شیعه ندونسته دارن، بعض اون شیعه دارن توسل میجوین به نام توسل، اینها نمیدونن که ائمه از اینا ناراضیه، ندونسته شاید اینا فکر میکنن خوشحالم من با خیلی صحبت میکنم میگن خوشحالم که توسل میجویم به ائمه نمیدونن که در باطن نمیدونن که ائمه شاید اون ناراحته به اینا، یعنی شاید به این شیعیان داره ائمه ما اومدن جانشون رو فدا کردن و به ما شیعان راه رفتن یاد دادن، اما ما هنوز داریم بزرگشون هی دست اینا رو داریم میگیریم میگیم ما راه ببرید راه ببرید، اینا از دست ما واقعا ناراحتن. درست طرفتون کاملا درست. حالا من این خواهش من برنامه شما خدا انشالله بهتون صبر بده، خدا انشالله همیشه کارتون موفق باشین. خب ختام مسکمون این برادر شیعه موحد ماست که شرکیات و بدعت هایی را که مردم شیعه یا اون بعضی از مردم شیعه انجام میدن قبول نداره و دین هم همینه، توحید هم همینه و ائمه اهل بیت همشون تابع قرآن و سنت بودن و هیچ کدوم از این شرکیات که نداشتن بلکه مثل خود پیغمبر باش مبارزه میکردن. شبکه جهانی رسانه فارسی بفرمایید، شما ار است. سلام بر شما، بفرمایید. خدمت استاد خالدان سلام عرض میکنم. بعد از برنامه من خیلی تشکر میکنم، واقعا برنامه خیلی خوبه، واقعا روشنگری میکنید. بعد خواستم میگم واقعا استادین شبقه نمی که نگاه میکنی همش از حضرت علی و همه دیگه همه امور دست حضرت علی امام رو نمیدونم اعمه، یعنی دیگه واقعا اصلا خدا رو فراموش کرده. خدا رو شبکه ها شبکه بلایت به قول شما زلالت شبکه زلالت بله درسته دیگه همه امور دیگه به دست امر، واقعا من اصلا نگاه میکنم اصلا هیچ اسم از خدا برده نمیشه، همش اعمه حضرت علی امام حسین امام زمان واقعا نمیدونم. نه بسی تعجب بکنین چون صفات همه مشرکین اینه که خدا رو میپرستن گاهی اوقاتی، خدا هم ذکر میکنن ولی اصل قضیه غیر خداست، اصل قضیه غیره. یعنی مثلا در فرهنگ تشیع در جامعه تشیع میگن خدای شکر، خدا نگهدارت هست، اگه این نباشه که دیگه واویلا. البته عکس اصل قضیه باب الحوایج عرض کرد ابوالفضل ها یا ابوالفضل یا پنجتن یا مهدی، یعنی در حالت ضروری غیر خداست. بله دیگه تو همه کارهایی که مربوط به الله میشه غیر الله رو میخونن، واقعا آدم اصلا نمیدونه. با مخالفت صریح با آیه های قرآن اصلا واقعا آدم، یعنی واقعا آدم ناراحت میشه اینجوری اینا، یعنی تا این حد گمراهن، تا این حد مثلا خدا رو فراموش کردن. بله حتی از پیامبر هم مثلا پیامبر هم حتی به اندازه یک هزار ائمه ازشون یاد نمی کنن، فقط امام هست پیغمبر که اصلا هیچ، بسیار کم رد. خیلی تشکر از تمام شما، فرمایشی دیگری داری؟ نه من ازتون تشکر می کنم، خواهش میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوب، خیلی ممنونم، حرفاشون خیلی واقعا آموزنده، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. به خاطر این زنگ زدم برنامه‌تون، من همیشه به برنامه‌تون نگاه می‌کنم، خیلی هم دوست دارم. سلامت خیلی هم حرفاتون برای ما محترمه. سلامت. من خودم شیعه بودم. بعد موقعی که ازدواج کردیم با خانومم رفتیم مشهد و اینا، بعد این عاشورا و اینا انقدر چیزا دیدیم اونجا، یعنی انقدر شبیه و فلان دیدیم، بعد انقدر دروغ مرو. الان هم خانومم سنی شده هم خودم الحمدلله، و قسمم اسم بچه همونم بذاریم حضرت عمر، اسمشو بذاریم فاروق، انقدر هم دوستش داریم تا آخرش هم به پاش می جنگیم و به این چیه هم فرصت نمیدیم که اصلا و اصلا به حضرت عمر و حضرت ابوبکر داریم کنم. شما هم صحابه رو دارید و هم اهل بیت رو، هر دو رو دوست دارید. بله
خب ایش اینه بس. هر شیعه ای که سنی بشه قبلا اهل بیت دوست می داشت و دربارشان غلو میکرد ولی یاران پیغمبر دشمن می داشت. الان دو طرف رو کسب کردی، دو طرف رو داری. خودم خیلی هم خوشحال شدم، بازم اینجا بسونم مثل خودم کنم انشاءالله. با امید خدا، خداوند به شما توفیق بده، برنامه ما رو صفا بخشیدی. خواهش میکنم، مرسی قربانتون، سلامت باشید. انشاءالله اگه روزی هم تونستم بیام شما رو ملاقات کنم انشاءالله، بعدا مزاحم میشم، میتونم اگه بیام هر کشوری باشین بازم میتونم از دستای شما میبوسم، از صورت شما میبوسم، استغفرالله، مبارک شما میبوسم، استغفرالله. مرسی، ممنونم، سلامت باشید. خدا رو برادرتم رحمت کنه، سلامت باشید. خدا رو بهشت فردوس قرار بده. ما شما رو شما. سلام علیکم، لندن بفرمایید. سلامت میکنم. سلام از شما. حالتون خوبه آقا؟ خیلی متشکرم. خدمت عرض کنم با یک دنیا معذرت از اینکه وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم. من از لندن به شما زنگ میزنم. خواهش میکنم. مدت مدیدیه که برنامه های خوب شما رو میبینم. سلام. و باید بگم واقعا ممنون و متشکر از اون همه لطف محبت و از اینکه ما رو هوشیار میکنی. سلامت باشید. خدمت عرض کنم که آقای دکتر، من سنم بیشتر از 70 ساله، دیگه بقیه‌اشو به شما نمیگم. خدا برکت. ولی اوور ایج به قول معروف من در ایران به دنیا اومدم. پدر مادرم خیلی مؤمن و با خدا بودن و ولی شیعه بودن و مطابق اون زمان برنامه‌هایی که میدونید از امام حسین و امام زمان و این برنامه‌ها تا اینی که رژیم عوض شد. بله. رژیم البته خب منم تابعیت می‌کردم چون در ایران بودم و تابعیت می‌کردم از تمام گفته‌های مردم. بله. تا اینی که به هر حال رژیم عوض شد، موقعی که رژیم عوض شد من با همون سن و سال نمی‌دونستم که خمینی حرفایی که می‌زنه حقیقت نداره. به همین جهت من با خانوادم که پشتیبان بودم متاسفانه در اون زمان مخالفت کردم و به همین جهت از همون زمان فامیل من با من یاقی شدن و الانه مثلا میگم خواهر من در سال یه بار مکه میره، کربلا میره، حضرت رضا میره و انتظار و صفحه های سنگین میندازه. من مخالفت کردم و میکنم، میگم این خرجی که شما میکنید شایسته نیست، این همین فقیر فقرا در ایران هستن، شما این پولا رو که گرد مردم جمع میکنید داره خودش و همه با جواهرات و این اون میان و تظاهره کار درستی نیست، نکن بده به فقیر فقرا. به همین جهت من میگم تو خارج از دین اسلام رفتار میکنی و فرمان واقعی نیستی و خلاصه منو ترک کردن. من به قول معروف به گروه 1001 فامیل هستم ولی الان تنها چون منو قبول ندارن و حتی به من گفتن اگر تو بیای ایران ما تو رو ممنوع خروجت میکنیم. من نمیدونم با این فامیل چی کار کنم، چگونه بهشون بفهمونم. من گفته های شما رو با جون دل قبول دارم، تمام حرفاتون با مدرک، همه حرفاتون شایسته است. در این سنم باید مدیون شما باشم که چشم گوش ما رو باز میکنید. شبکه جهانی مثال فارسی، بفرمایید. شما آن ایر است. هلو. سلام بر شما، بفرمایید. هلو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. خسته نباشید. زنده باشید، بفرمایید. من ساله‌ای هستم از ایران. بفرمایید. من قبلتون میشم سیه هستم، سیه بگیرم. دختر یه روانی هستم، من سبقه کلمه هم صحبت کردم، الان بیننده ساعتی شما هم هستم. بعد از این تشکر میکنم به خاطر که وقت میذارید، مردم رو آگاه میکنید، روشن میکنید. واقعا فکر کن از شما اونا رو از شام بیرون میارید. اگه واقعا یعنی از این کوتاه‌فکری این آخونده آدم یعنی واقعا تعجب میکنه. از با عرض خسته نباشید خدمت استاد گرامی، حامی همیشگی ما، موحدان تازه موحد شده، ماشاءالله، و کسانی که با سخنان شما، با فرمایشات شما، با الطاف شما سلامت شما. اول قبل از شما الله متعال هدایت شدیم الحمدلله و با دین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیوستیم. خدا رو شکر خرافات رو کنار گذاشتیم. الله اکبر. بنده هم مثل همین دوست قبلی از کسانی هستم که اولین بار برنامه شما رو در شبکه‌های قدیمی می‌دیدم و با صحبت‌های شما آشنا شدم و خرافات رو الحمدلله کنار گذاشتم و بسیار خوشحالم امروز که در جمع برادران اهل سنت در فضای مجازی
چون اینجا در شهری که ما هستیم همه شیعه هستن، مردم عوام شیعه هستن، کسی نیست از برادران، نه مسجدی نه جایی، و ما در اصل میشه گفت فقط در فضای مجازی با جماعت هستیم. و الحمدلله حامیان ما امثال دکتر ملازاده هستن، کسانی که کسی هستیشون که روافض از آوردن اسمش میترسند. نمونش هم چند شب پیش بود که دیدیم آقای قزوینی میخکوب شده بود روی صندلیش و توانایی تکون خوردن رو نداشت. این از ضعف و زلالت و بدبختی این هاست که واقعا برازنده یه نام شبکشون زلالت هست. کسانی که به دختران بلوچ تهمت بزنن، به نوامیس ما تهمت بزنن، از دایره انسانیت خارج هستن. اما اگر اجازه بدید استاد یک کوتاهی هم در مورد مسنجری که الان رو آنتن بردید من یک دقیقه صحبت بکنم برای عزیزان. راحت باشه، وقت هستش. بفرمایید. دوستان گرامی، برادران اهل سنت در ایران، افغانستان و تاجیکستان و هر جای دنیا که با زبان فارسی آشنایی دارید و با زبانهای دیگه مثل عربی آشنایی ندارید، مسنجری هست به نام پالتاک. اونجا رومی داریم، اتاقی داریم به نام اتاق صدای اهل سنت ایران، افغانستان و تاجیکستان. حتما تشریف بیارید اونجا. در کنار هم اینجا عقاید اهل سنت و سلف صالح بیان میشه، درس های توحید، درس های قرآن، در مورد قرائت قرآن، بحث شبهات، پاسخگویی به شبهات هست. میتونیم در کنار هم فضای مجازی داشته باشیم و با هم گفتگو کنیم و از دینمون، دین اسلام و عقیده اهل سنت و جماعت اونجا در کنار هم دفاع کنم. وجود هدایت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وجود هدایت شده هم به برنامه ما صفای بیشتری میده. اما با وجود امثال شما ها بسیار بسیار شادمان میشیم. شبکه جامعه بسیار سلامت باشید. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. شما اون ار هستید مستقیم. بفرمایید. ببخشید، من یه شیعه هستم، از استان خوزستان تماس میگیرم. دوست دارید. بفرمایید. از حضورتون میخواستم بگم سلام و درود خدای بزرگ بر حضرت عمر، سلام و درود خدای بزرگ بر حضرت ابوبکر صدیق، سلام و درود خدای بزرگ بر ابوبکر صدیق، حضرت عثمان ذنورین، علی مرتضی. خیر از خام قرآنم خوندم، از راه قرآن اهل سنت شدم. یه چیزی هم بگم، من خودم شیعه هستم، سیدم هستم، که غیر از خودم که اهل سنت شدم، کل خانوادم هم اهل سنت شده. به غیر از اینم نزدیک 300 نفر رو یک تا پرست کردم. شما دوست عزیز، الان شما فهمیدید که شما شیعه دوازده امامی هستید. منظورید کن بود که بودید سابقا یا شیعه دوازده امامی بودم؟ بودید. آها. بودم. بله. ولی خانواده من که کلن اهل سنت شدم 300 نفرم به الله قسم همون یک تا پرست کردم. ار شبکه جهانی وصال فارسی. بفهمید شما ار است. الو. الو. سلام بر شما. سلام بر شما. بفهمید. سلام بر شما. بفهمید. من برنامه شما رو کم و بیش همیشه نگاه میکنم. از برنامه تو تشکر میکنم. خواهش. برنامه خوبیه. خواهش. ما خودم یه بودم. بودید الان یعنی ولی الان برنامه‌تون جالب بوده. متشکرم. فرمایش دیگه. من متشکرم. شما خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید دوست عزیز. من مهدی هستم، از شیراز زنگ می‌زنم. خیلی خوشحالم که شما کشما گرفتن. می‌خواستم بگم که نتونم که خیلی من خودم تو خطبه هایی که تو مساجد میگفتم خیلی وقتا خود ائمه میگفتن که خود همین روحانیون میگفتن که امام علی خودش از این که امامت رو قبول بکنه امتناع میکردن و میگفتن که حتی سه روز در خونهشون ملت نشستن گفتن که آقا امامت رو خلیفه و جانشینی رو پیغمبر رو قبول بکنه ولی ایشون قبول
قبول نمی‌کردن و حتی گفتن که امامت و خلافت بر شما از لنگ کفشی که من دارم بی ارزش تره. عجب. من خواستم این ها خدمتون که عرض کنم قصدشون اینجا یه دین جدید تو کشور ما هست و میخوان که بلن یه جوری خدمت شما که عرض کنم یه دین جدید رو درست بکنم. خدمتون که عرض کنم من بارها تو خطبه‌های روحانی در مساجد شنفتم که خودشون میگفتن که ما اینقدر مردم هجوم آوردن که نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست و پای مردم لث بشه. نه حالا شما خودتونم چون سابقا شیعه بودید میدونستید که اینجور صحبتی رو تو مساجد زیاد میشه. ما از این مزهکتر هم شنیدم بنده دوست عزیز. بذارید حالا من به شما از خاطرات بنده بگم. زمانی که من شیعه بودم با یه آخوند که اخیراً کلیپی رو پیدا کردم، پناهیان، آخوند پناهیان که همین حرف رو تکرار میکنه. زمانی که بنده هم شیعه بودم 2002 میلادی بود فکر کنم، اون زمانی که من این حرفی که الان براتون بیان میکنم شنیدم، به ما اینطوری میگفتن، گفتن نه ببینید مردم شایسته لایق این نبودن که این امامت علی ابن ابی طالب براشون امام باشه، لایقش نبودن. مردم علی رو از این زاویه میدیدن، از زاویه اینی که علی ابن ابی طالب خلیفه است فوقش. نه علی اینو نمیپذیره. یعنی از این ببینید، یعنی از این اراجیف و اکاذیب میگن که واقعا آدم باید مست حیدر پرست باشه که آدم این حرف رو قبول بکنه. وگرنه عاقل به خودش میگه که آخه پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم مگه کی قبولش کرد در ابتدا؟ چقدر شکنجهش کردن؟ چقدر اذیتش کردن؟ پیغمبر اومد گفتش که نه من نمیخوام، این برای من نیست، اینه نه به سطح رسول الله باید بیان بکنه. یه مدتی خداوند بهش اجازه نداد، بعدش علنی دعوت کرد. بله. من میگم که اصلاً تو شیراز که ما یه مسجد اهلسنت نداریم. بله. جناب آقای مکارم شیرازی، جناب آقای مکارم شیرازی کنار مسجد اهلسنت. خب. یه حوزه علمیه هفت طبقه زده که برای لج و لجواز به نظر من این کارو کرد. یعنی کنار مسجد اهلسنت تو شیراز اومده یه مسجد، یه حوزه علمیه مولا الموحدین درست کرده. هفت طبقه. شما شیعه هستی دوست عزیز؟ ببخشید سوال میکنم ها، ولی شما شیعه هستی؟ شیعه بودید؟ اهل سنت هست؟ شیعه بودم، الان یه دو سال هست که به دین اسلام مشرف. الله اکبر. من شیعه هم نبودم. متاسفانه بسیاری از هموطنان ما گرفتار این شدن دست آخونده. طبیعیه، بله. اینجا هم میتونه در خارج هم زنده باشید. اینایی که اینجا دم از علی و حسن و حسین و اینا میزنن همش علی که من سنی شدم، من چهار ماه اومدم تصنع شدم، خیلی هم خوشحالم. الحمدلله. خیلی هم خوشحالم. من دادگستری کار میکردم، دادگستری بندرعباس کار میکردم سال 85. خیلی ها از کارمندهای دادگستری رو بازداشت کردم، منم جزشون بودم و اینا. بعد اینایی که دم از علی و حسن و حسین میزنن، اگه واقعا علی رو دوست داشتن، حسن رو دوست داشتن، حسین رو دوست داشتن، بلایی که سر ماها بودن. 42 روز تو اطلاعات فقط بازداشت بودم، خیلی بودیم، ما خیلی زیاد بودیم، کارمنده دادگستر هرمزگان، کارمنده نیرو انتظامی بودن و بانک ها گرفتنمون و من فقط 42 روز تو اطلاعات بودم. 5 ماه و 12 روز تو زندان بندرعباس بودم، قبل ایدن که گفتم زندان زاهدان بودم و اینا. اگه واقعا پیرو به علی هم که فقط اسمشو میگن علی، علی تقی، حسن، حسین، اینا اسمیه فقط ها، من خانمم ازم جدا کردن، بچه‌مو گرفتن، آبرومو بردن، اخراجم کردن. خداوند بهتون عوض خواهد داد، میدهد زندگی، خداوند بهتون عوض خواهد داد، مطمئن باشید. نگو اینجوری، نگو آقا عزم. آقا دوستو میخوام بکشم، بیاد بکشم. نه عزم، ما شهید کم نداریم عزم. ببین ما شهید کم نداریم. ندارم آقای دکتر، ادو شود سبب خیر گر خدا خواهد. شاید همین ها باعث شدند که شما راه درست پیدا کنید، خرافات تشیع و شرک هاشو بذاری کنار، به سوی قرآن بیایید و هر چقدر انسان ایمانش قوی تر باشه، ابتلاعات و امتحاناتش قوی تر میشه. خداوند امتحاناتشو با شما آسان کنه و مشکلات شما رو حل کنه. خیلی سخته که انسان
زن و بچه هاش از دست بده خیلی خیلی سخته. ولی طبیعت این زندگی اینطوریه. لقد خلقنا الانسان فی کبر، ما انسانو برای رنج و مشقت آفریده. منده از بخصوص بخصوص از شیعیان موحد شده خواستارم همیشه با کارت زنگ بزنم. اینها از شیعیان هدایت شده چنان بغضی در دل دارن که حتی از سنیان بیشتر. ولذا خواهش میکنم که احتیاطو از دست ندید، با کارت زنگ بزنید و برکه اینها نتونه بهتون آسیب برسونه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. جناب علی سعید هستم از ایران. دوستان آقای سعید از ایران در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای ملاقات من شیعه هدایت شده هستم. الله اکبر، خداوند امثال شما رو بیشتر کنه. من متشکرم. حدود یک ساله که اسلام واقعی رو شناختم، خیلی خوشحال شدم. تو این یک سال خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. خدا شما رو سرفراز کنه و روز به روز تایید کنه. خسته نباشید، دستتون درد نکنه از این برنامه قشنگ شما. سلامت باشید، خواهش میکنم. میخواستم بگم که حقیقتا یه مقدار داره به اعراب خوزستان واقعا زود میشه. مثلا یه نمونهش، وقتی میخواییم بریم شرکت نفت یا شرکت ملی حفاری اسمونو بنویسیم یا مثلا ثبت نام کنیم اونجا کار کنیم، به محض اینکه میفهمن ما عربیم، به محض اینکه میفهمن عرب خوزستانی اهوازی هستیم، ثبت نام نمی کنن، یعنی که نمیذارن ما کار بکنیم. یا خیلی ظلمهای دیگه اصلا ما رو خفه کرده. حقیقتا جدیدا من به جمع شما پیوستم و میخواستم بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله تقبل، یاد خدا قبول کنه، خدا توفیقتون بده. مرسی، تشکر از برنامه قشنگتون. زنده باشین. جانم سلام بر شما، بفرمایید. جناب آقای دکتر، من از ایران مزاحم میشم. مراحم هستید، خواهش میکنم، بفرمایید. من دو ماهی از برکت بنام شما موحد شدم. الله اکبر. اسمم مهدیه. ماشاءالله، خدا توفیقتون بده. الان مهدی هستی؟ نه نه نه، مهدی یعنی هدایت شده. شما الان که خرافات رها کردید مهدی هستی، مهدی حقیقی الان هستید. من واقعا قبلا واقعا مشرک بودم. الله اکبر. ولی از برکت برنامه شما الان موحد شدم. سلامت باشید. خیلیتون ممنونم. قربان شما. سلامت باشید. خدا حفظ. امام ملت ایران کلا. زنده باشین. قربان شما. برادران شیعم، یعنی کل خانواده هم الان ما موحد شدیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. نه خواهش میکنم. خوش وقتیم خیلی. خیلی ممنون. سلامت باشین. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خیلی خوش وقتم که اولین تلفن امروز هم یک هدایت شده پاکستانی در یک هدایت شده شیعه افغانی در پاکستان هستم. جانم بفرمایید. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم، زنده باشید. حال شما خوبه، شما رو خدا قوت بده. من جواد هستم از پاکستان، شیعه هستم. از برنامه خوب شما یک دنیا تشکر، ممنون میکنم. سلامت باشید آقای جواد شیعه از پاکستان، خیلی خوش آمدید. ولی من میدونم عقل را پیدا کردم. خدا را شکر. عقل پیدا کردم که اینا همش دروغ میگفتن برای ما. یعنی یک عمر ما را با دروغ، الله ما فتنه ما را بازی دادن، فقط سر ما کلا گذاشتن. الله اکبر، الله اکبر، خدا برکت بده. ممنون. سلامت باشید. فقط شبکه ویتال از کارکنان شبکه ویتال تشکری میکنم. سلامت باشید، خدا حفظتون کنم، زنده باشید. عمر طولانی برای شما میخواییم، ما شما را دعا میکنیم، موفق باشید. قربان شما. این فارسی قشنگ از کجا یاد گرفتید؟ من افغانی هستم. آها، درست درست. افغانی هستین، شیعه بودین، سنی شدید؟ دیگه بخاطر که
رو پیدا کردم دیدم دروغ می اینا همش. بله خدا توفیقت بده. خدا توفیق. بله بله سلامت باشی. یک داد شده شیعه افغانی در پاکستان بود و الان هم یک هدایت شده شیعه ایرانی است. خداوند اینها رو روز به روز بیشتر کنه. برای ما سودی ضرری نمی رسانه که ایشون میخواد به غلو و شرک خودش بمونه یا موحد باشه، لیکن به خودش خیلی فایده می رسانه که موحد باشه و خیلی ضرر می رسانه که درباره علی یا غیر علی غلو و افراط بکنه مثل باقی شیعه. آقای ملازده میخواستم راجع به این بگم که من که تو ایران بودیم چقدر این آخونده دروغگو هم. بله این چقدر دروغ میگن. این دلالت ولی الحمدلله به شکرانه خداوند ما آقای ایران تا حالا آماری که به ما رسوندن نزدیک به 500,000 نفر ما سنی شدیم. الله اکبر. بازگشت به خیشتن شدیم آقا. این جشنه. اونا ظلم کردن، اونا ظلم میکنن. آقا یک دختر عربی دکتراشو گرفته بهش میگن برو با یه فارسی ازدواج کن، بهش نمیگن این فارس نماز میخونه نماز نمیخونه، فقط عجب فارس باشه تا ما مدرک دکتراتو بهت بدیم. پسر عربی تو تهران میگه مدرک لیسانس رو گرفتن، میگه برو با یه دختر تهرانی یه دختر فارس ازدواج کن تا مدرکتو بهت بدیم. کجای اینا اسلام هن؟ نه اسلام. اینا اسلام آهوی اسلام بود. اینا مجوس هم. اینا مجوس هم در لباس تشیع. ساسانی هم در لباس تشیع. بابا اینا همش دروغه. خیلی ممنونت آقای ملازده. زحمت بیکشی. با امید اون روزیست که یک شیعه تو دنیا نمونه. نه برعکس با امید اون روزی که همه نه آقا اینا همشون دروغ میگن. با امید اون روزی که همه شیعیان میشن شیعیان علی به جای شیعیان ابن سبا. شیعیان علی نیستن اینا، شیعیان عبدالله ابن سبا سبای یهودی. بله ولی مؤلف کتاب اینو کلینی یعقوب ابن اسحاق کلینی یهودی. کلینی هم کلیمی بوده. خیلی متشکرم. بله یهودی بود. ما فارسا به کلیمی میگیم یا یهودی میگیم کلیمی. خیلی متشکرم. کلینی یهودی بوده. ما نمیگیم یهودی، تو ایران میگیم کلیمی. بله نه میشون اینا پیرو اینن صفوی ها. مثلا آقای از میخوام یک بحثی از کتاب آقای چیز مجلسی بخونن آقایون که بوده. اینا رو این مذهب این آخوندها در کمند خود نگه داشتن، شکارشون کردن، بیدار کردنشون از راه قرآن بهترین راهه و دلها دست خداست. وظیفه ما تبلیغ است. باید انسانو از دید خودش و کتاب خودش نابود بکنه. نه ما نمیخوام نابود بشن، ما میخوام روشن بشن. در کتاب تحفه المتقین مجلسی معذرت میخوام، با عرض معذرت از کل شنونده مجلسی یک شیاد بود مثل خمینی، یک دجال بود مثل خمینی مثل کلینی. ما فکر کنیم به جای نابودی دیگران اونها رو به روشنایی بکشیم. شیعیانی که امروز غرق در منجراب شرک و کفر و فضاحت و رسوایی این مکتب شوم هستن، اینها برادران دیروزی سنی ما شما هستن. 500 سال پیش همه اینا سنی بودن تو ایران. راهش اینه و اصلشون بازگردن، به کتاب خدا بازگردن، به سنت رسول الله بازگردن. این یک مسئله فراماسوری رو که سابقا اسمش باطنیه بود امروز اسمش شیعه شده با عقل و منطق بسنجن. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. الو بفرمایید. سلام علیکم، خواستم باهاتون صحبت کنم. من خیلی دوست دارم با شما صحبت کنم آقای ملازاده. خواستم بهتون بگم که من 2 سال با یه مردی ازدواج کردم که اهل تسننه. بله. خودم هم راستش به این دین برگشتم، با خانوادم هم خیلی مشکل دارم به خاطر این، چون دورم اصلا جواب تلفنمو نمیدن، با هم صحبت هم حتی نمی کنن. درست، اون مشکلی نیست. همین که شما نتونن ضربه بزنن، تونن اذیت بکنن، این مشکلی نیست. انشالله که خداوند شما رو وسیله هدایت خود اونها قرار بده. خیلی متشکرم از شما. خیلی مرسی، خیلی ممنون که با من صحبت کردید. سلامت باشید. خواهش میکنم این تلویزیون برای خودتونه، بخصوص برای هدایت شدگان، از برادران، از خواهران و ارج بسیار بسیار بزرگی قائلیم. هر موقع حرفی داشتید تشویقی زنگ بزنید. التماس دعا برامون، دعا کنید ان شاء الله خداوند مشکلاتتون رو حل کنه و روز به روز موفقتر بکنه. برنامه ما رو از کی گوش میکنید؟ من 2 ساله که با شوهرم ازدواج
ازدواج کردم اون برنامه شما رو نگاه میکرد، منم تشویق کرد که نگاه کنم، خیلی خوشم اومد. خدا خیرش بده، خدا شوهر شما رو مبارک بگردانه و فرزندان صالح عطاتون کنه. مرسی، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم باهاتون. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. برامون دعا کنید. امید خدا، خداوند قربت شما را به قربت خودش مبدل کنه. جوانی است که دینش را، عقیده اش را، اندیشه اش را خودش انتخاب کرده، بدور از تأثیر محیط، بدور از تأثیر خانواده. و امیدوارم که خداوند آقای سلطان را که اصالتا ایرانی است، مناره هدایتی برای جوانان ایران بگردونه. همچنان که در قبل هم شما سابقه دارید، آقای حسن شمرانی که برنامه داشت و امیدوارم که برنامه هاشم دوباره شروع بشه. قبلا نمیدونستم اسلام چی بود و بعد از یه مدتی که شروع کردم خوندن و خوندن، فهمیدم که اسلام اون اسلامی نیست که مردم به من گفته بودن و فهمیدم که اسلام خدا، فقط بعد خدا رو بپرسیم و بعد لا شریک نداره الله. و بعد از مدت یک سال فهمیدم که همه خرافات و چیزایی که به من یاد داده بودن این اشتباه بود. الحمدلله الله سبحانه وتعالی منو هدایت داد ان شاء الله به دین صراط المستقیم و دین اسلام. من خیلی وقت هم از که برنامه ها شما رو نگاه میکنم، از تمام این برنامه ها شما یه چیزی یاد گرفتم. خیلی وقت از درستان میرم بیرون، فقط تنها چیزی که میگم یا خدای امید تو، نه امید علی، نه امید عمر، نه امید عثمان، نه امید احسن، به امید خدای بزرگ. شما چی هستی؟ بله بله بفهمه دوستان. بله ظاهرا طلاقشیه. من که مجبورم که سعی کنم یه وقتایی زنگ بزنم به آقای مولادزاده. خب و یه وقتایی اشاره کردم خدمتشون، اگه چیزی نشون واقعا میگی چرا. نه هیچ اشکالی نداره، ایشون اتفاقا اگه الان شما رو میشنید، نه دوست عزیز، باور کنید، بدونید کنید هر چقدر جسارت شما تو ایشون کرده باشید، به حتی به صحابه کرده باشید، به عنوان زمانی که این شیعه تندرو بودید، دین مبین اسلام زیبایش این هستش، همه گناه های شما تبدیل میشه به حسنه، همه گناه شما، یعنی ولی اینی که هم جسارت کرده باشید الان که دست برداشتید از اینها، و اینم نه به خدای دکتر مولا، نه چیزی به سود شما، نه چیزی به شما میرسه، نه به ما. شما بیایید هدایت بشید، موحد بشید، این کفریات آخوندها رو بگذارید کنار، چی به ما چی میرسه؟ ما اینجا کوچکترین استودیو عالم رو داریم، اتاق فرمون این شبکه، خدا شاهده تنها شبکه من اینجا در لندن، شهر بزرگیه، من استودیوهای مختلف دیدم، مثلا استودیوهای مثلا ایرانیهای مهاجر از ایران، استودیوهای فرهنگی، شبکه‌های فرهنگی، اما همچین چیزی رو من تو عمرم ندیدم که یه اتاق به این کوچیکی و اتاق فرمون در دست خود مجری، یعنی ما کمترین امکانات رو داریم، هیچ سودی به ما نمیرسه. شما حالا بیه قبار بشین، نه الا یه سودی که شادی در دل ما، بنده خودم شیعه‌زاده هستم، یعنی من صدای شما رو میشنوم و شما میگی که بله خب این حرف همه معقوله، احابیت و اینا همه این مترسگا رو درست کردن که مردم رو بترسونن. بفرمایید. یه کاری داری که خدا کارتو به راه میدازه. من چند تصادف کردم در هر طرف، خب برای اولین بار در اومدم گفتم خدای رو فریادم، هیچ وقت نگفت، همیشه هم گفتم یا ابوالفضل یا حسین یا حسن یا نمیدونم چی، ولی الان فقط به این نتیجه من رسیدم، مردم ایرانم باید به این نتیجه برسن. اکر آقا زیاد خودتون اذیت نکنید، مردم ایران ظاهرا شیرن، میدونیم دوست عزیز، هزار عراسیفی با فنجدین جور خیلی دوست دارم، با هم خواهش بکنیم، ما در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار. من نمیخوام صحبت بکنم، من اصول خالد انصاری شیعه زاده هستم، تشکیل رو ترک کردم و
یعنی استاد هستن در رد تشیع، خودش خیلی حرف بده. در شبکه کلمه استاد سجودی و بسیاری از اساتید دیگر همین دار بر این هستش که بسیاری از مفکران و دانشجویان و علمای شیعه بیدار میشن و این مسئله ترد بود. دکتر مظفریان یک جراح شیرازی بود، من از زمان شاه میشناختمش، خدا رحمتش کنه. مردی بود بسیار فاسد و سنی شده بود، در زمان شاه سنی شده بود. مسجدی درست کرد در زبه خدمت شما. بعد از این انقلاب گرفتنش، چون شکنجهش کردن، چون اتهاماتی بهش دادن که حد نداره، و همه اونا سنی شدن. در همین برنامه ده ها نفر، صد ها نفر صدا شما نمیشنم. این دوباره آقای موسی رضا کجا را، خانم حسینی کجا را، و صد ها نفر دیگه. عزیزانی که داخل کشور هستن، این ادعای بنده است، این دروغه که بیدینی رایجه در میان ملت شیعه ایران. چرا؟ دین دینه بنده. احسن، دقیقا. سکولاریست، زرتشت، مسیحی، دو راه هستش، یا بیدینی یا بددینی یا موحد شده. رافضیگری تاریخش گذشت، یعنی باطل شده. الو جانم بفرمید. آقای نشابوری بفرمید. حالتون خوبه؟ سلامتی، شبتون بخیر. سلامت باشید، آبادشون بخیر. استاد میخواستم بگم برای این نایی که میان زیارت امام رضا، بله، از نیشابور تا مشهد و حرم امام رضا حدود 120 کیلومتر راهه. بله. 20 کیلومتر که از نیشابور میری بیرون یه جای درست کردن به اسم قدمگاه، یه رد پای رو سنگ گذاشتن، کندن اینو، این قدم امام رضاست. میرن اونجا سجده میکنن، میرن قربانی میکنن، میرن میبوسن، میرن به درختای اونجا. یه منطقه آب و هوای خیلی خوبی هم داره، چه چشمه و همه چیز. میگن این چشمه هم از برکت امام رضاست، که اگه همونجا رو برن هر جاشو بکنن، حدودا اینجوری بهتون میگم هم نیم متر بکنن آب میاد. خب کوهستانی منطقه، کوهستانی رودخونه اونجا، این اصلا درختاش هم همه رو نگاه میکنه، همه اومدن پارچه بستن. باز از اون طرف نزدیکی حرم امام رضا تا خیابون مشهد، خیابون پنج را خیابون وحدت برن نگاه کنن. مردم آیشیایان برین ببینین مسجد مسلمانان اهل سنت، ببینین چجوریه. چهار تا حیات ملک شخصیشون رو برداشتن، صفای خونه هاشون رو برداشتن، دیواراشون رو برداشتن، چهار تا ایرانی تو نمیدونم حلب و اینا زدن شده مسجد جامعشون، که نصفشون هم وسط خیابون میان برای نماز روز جمعهشون. ولی تو همون کوچه که معروف به کوچه دادگستری، دو تا حسینیه زدن بزرگ، چهار طبقه، پنج طبقه برای خودشون. این وقت به خاطر همین چهار تا حیات یه خونه رو خریدن و اونو گرفتن و دیدن 100 متره اومدن فضای سبز کردن، چهار تا هم صندلی آوردن گذاشتن. میگن این منطقه تا اون بر مسجد اینا کلن همش باید بشه فضای سبز، جز فضای سبز شهرداری شده. و الان میدونم اونجا چند وقت دیگه به مشکل میخورن، مثل مسجد شیخ فیض و مسجد شیخ فیض در ابتدا همین کار کردن، فضای سبز، بعد کلشو ویران کردن. الان به اسم فضای سبز استاد دارن همچین برنامه رو اونجا اجرا میکنن. آی مسلمان ها، آی شیعیان، بریم ببینین، بریم نگاه کنین، بریم پیدا کنین. والا بلا حقیقت، منم مثل شما بودم. من از نیشابور پیاده میرفتیم به مشهد، پیاده میرفتیم، ولی الان شرمساریم، الان در راه خدا میگیم خدای ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم. چرا؟ چون داریم میبینیم، میگیم اگه حضرت علی ایشون جانشین پیغمبر بود، پیغمبر نباید ایشون رو در بستر خودش میخوابون که خودش بره تو قار با عبیبک. خب عبیبک رو در جای خودش میخوابون، چرا اونو برد تو قار و اینو در بستر خوابون؟ و چرا رفتن اونجا وازم نتونستن به از خودشون دفاع کنن؟ وازم به خواست الله بود. الله خواست با یک حشره کوچکش، با یک دونه پرندش اینا رو از مرگ نجات بده، وگرنه بازم خودشون نتونستن.
این همه دست الله، الله میتونه هر کاری خواسته باشه دستونه و منم به لطف شبکه شما، به لطف شبکه کلمه، خدا خدا قبول کنه، این تمام خرافیاتو گذاشتیم کنار. فقط تو بچه کوچیکم که اون شب اشدن گفت واقعا مادرم اینجا گریه میکرد. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوشحال شدیم، خیلی خلاصه ببخشیم میترسم نگردیم بیشتر صحبت کنم. خدا زنده باشید، خدا یادتون شبتون بخیر، انشاءالله که سلامت و خوش باشید. یعنی شما هیچ دشمنی با اهل بیت ندارید؟ یعنی شما اونا رو قول معروف دشمنان آخه من دشمنان اهل بیت لعنت میکنم؟ ما دشمنی داریم؟ ما دشمنان اهل بیت لعنت میکنیم، اگر که لعنت جزء دین ما نیست. ما اهل بیت از خودمون میدونیم. ما میگیم اهل بیت همشون اهل سنت بودن، یک نفرشون شیعه نبوده. یک نفر از اهل بیت، از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری، یک نفرشون عقیده شیعیانو نداشته، نه به امامت معتقد بوده، نه به عصمت، نه به ولایت. همه اون چرا شیعه داشت امروزه داره، اهل بیت نداشتن. حاضرم این موضوع رو با هر مرجعی از مراجع شیعه مناظره بکنم. هیچ کدوم از اهل بیت پیغمبر، از امام علی تا امام حسن عسکری علیه السلام، عقیده شیعیانو نداشتن. دشمنی با اونا آقا ما چطور ممکنه با شما دشمنی داشته باشیم که بر نماز بر شما درود میفرستیم؟ لیکن شیعه معنی اهل بیت رو تحریف کرده، همچون که معنی بقیه دین رو تحریف کرده. اهل بیت 12 نفر نیستن، اهل بیت فقط 16 نفر نیستن، اهل بیت 14 معصوم نیستن، اهل بیت همه اهل بیت پیغمبران. یک رحمت وسیع رو تنگ کردن، یک دریا رو جویبار کردن، یک تحریفه. ما مکلفیم اهل بیت رو دوست داشته باشیم، مکلفیم بر اونها بر نماز درود بفرستیم. چرا؟ به خاطر محمد علیه السلام، نه به خاطر جمال رویشون. ما مکلفیم که اصحاب پیغمبر رو دوست داشته باشیم به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم. اگر گوش عزیزه، گوشواره عزیزه. اگر محمد آیا این تصویری که شیعه، تصویری که شیعه از پیغمبر داده، این چه پیغمبریه؟ نعوذ بالله، خاکم بدهن. این چه پیغمبریه که همسرانش نتونست تربیت کنه، شاگردانش نتونست تربیت کنه؟ این چونی پیغمبری واسه ولش کن بره پیکارش بهتره؟ این تصویری که شیعه از پیغمبر داده در صورتی که واقعیت چنین نیست، در صورتی که به خدا قسم امروز کافران قبل از مسلمانان میشوند که محمد بزرگتری مربی بشریت بوده، محمد مربی بوده که جهان نصفشون به خود ندیده. چطوری مربی نتونسته همسرش تربیت کنه؟ چطوری مربی نتونسته شاگردانش تربیت کنه؟ شیعه چی تصویری از پیغمبر داده؟ با این تصویری که شیعه از پیغمبر داده، آیا این پیغمبر قابل اسوه بودنه؟ این پیغمبر قابل اینه که انسان بهش بگه من ازش اطاعت میکنم؟ قطعا نه. ولذا شیعه امروز تصویر پیغمبر خراب کرده، تصویر اهل بیت خراب کرده. لیکن عموم شیعه این چیزها رو نمیدونه. عموم شیعه ایمان پاک داره. عموم شیعه فکر میکنه که بعد اهل بیت پیغمبر ظلم شده. اما تصویر کلی رو نگاه کنید، امروز آیا یک نفر شیعه هست که به اسم همسران پیغمبر، همچنان که علی، همچنان که حسن، همچنان که حسین، همچنان که جعفر صادق، این کار دختران خوشون اسمشون عایشه میذارن، یه شیعه میذاره؟ نه. پس تشیع عوض شده، اهل بیت عوض نشدن، تاریخ عوض نشده، پیغمبر عوض نشده. این تشیع یک عنوان یک حزب سیاسی عوض شده، 5 مرتبه تغییر کرده. مشکل اینجاست. بفرمایید. چی بهتون بگم؟ وقتی شما قول معروف حرفاتون منطقی هست، من جواب ندارم برای حرفاتون. برای چیزی که میمونه، یعنی ما در کشور زندگی کردیم، در کشور زندگی میکنیم که نه کتابی داریم، نه عالمی داریم، نه چیزی داریم که این حرفا رو به ما برسونه. تو یعنی مثلا 2-3 سال دیگه، 2-3 سالی که گذشته. عزیز من، اگر شما این حرف رو قبل از این میزدید عذر داشتید. اگر این حرف رو قبل از 5-6 سال میزدید شاید عذری داشتید. امروز دنیا یه قریه شده. امروز کافران فوج فوج مسلمان میشن. شیعه امروز حق نداره این حرفو بزنه. امروز اینترنت در خونه شماست، تلویزیون در خونه شماست. فقط کافیه اون کینه ای را که ملایان شیعه بین سنی و شیعه گذاشتن کنار بذارید، با عنوان یک آزاد انسان آزاد فکر کنید. شما اصلا فکر کنید شیعه نیستی، سنی نیستی، اصلا مسلمان نیستی، یک انسان آزادی. به خدا قسم یه لحظه فکر کنید خدا به طرف خودت تو رو میکشه. با این انصافی من در شما سراغ دارم. امروز کتاب آزاد میتونی با یک فیلتر شکن صدها کتاب پیدا کنی. یه فیلتر شکن بردار، برو سایت عقیده، هزار خورده کتاب هست که همش در ایران ممنوعه. آقا کتابای برقعی رو بخون، کتابای قلمداران بخون، اینا همه شیعه‌ان.
آقای برقعی نوه امام رضاست، نوه سیوم امام رضاست، مرجع تقلیده، بلکه یکی از بزرگترین مرجع تقلیده، حدود 500 تا کتاب نوشته. همه مراجع شیعه رو دعوت کرد که به این مباهله کنه، همه ازش ترسیدن. خمینی ازش ترسید، خویی ازش ترسید، گلپایگانی ازش ترسید، سیستانی از اون موقع سیستانی که اصلا مرجع نبود. توجه میکنی؟ خب انسان باید محقق باشه. خداوند چرا به شما چشم داده، گوش داده، عقل داده، هوش داده؟ با این انصافی که من از جناب علی سراغ دارم، روز قیامت خداوند از من شما سوال میکنه که آقا من پیغمبر فرستادم، حرفشو گوش کردید یا گوش نکردید؟ آقا فلانی نذاشته من در محیط تنگ بودم، یعنی چی؟ حتی قرآن میگه اگر شما در زمینی که نتونستی آزادانه عبادت کنی، تهاجر فی سبیل الله ان ارضی واسعه، زمین من وسیع بوده، چرا هجرت نکردی؟ بنده اومدم ایران چند سالی نشستم دیدم قابل زندگی نیست، گفتم هجرت کنم. درست در هجرت سخته، ولی ببین خدا را چه نعمتی داد. زمین خدا واسعه، مهم اینه که انسان به حقیقت برسه، مهم اینه که به عشق خودش برسه، مهم اینه که به خدای خودش برسه، مهم اینه که وجدانش راحت باشه، مهم اینه که به جنت بره، مهم اینه که به بهشت بره. این مهمه. بفرمایید. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، وأشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الحمد لله، الحمد لله ربي، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، أي خدايا ازش بفزير، أي خدايا ازش بفزير، أي خدايا دلش رصاف، أي خدايا دلش را پر از نور ایمان بگردان، دلش را پر از نور قرآن بگردان، ای خدایا دلش را پر از محبت یاران پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، همسران پیغمبر، صدر اسلام بگردان. ای بار خدایا ایشان را و بقیه مصطفیان را، کینها بغضها را از دلشون در بیار، نور توحید را در دلشون روشن بگردان. ای خدایا او را مشعل هدایتی برای قوم خودش بگردان، مشعل هدایتی برای خانواده خودش بگردان، روز بروز به قرآن و سنت نزدیکترش کن، روز بروز به توحید نزدیکترش کن. الان که شما حقیقت رو شناختید، مسئولیتتون بیشتر شده. الان مسئولیت دعوت دیگران رو در این راه مهم دعوت کنید. رضا پیامبر خدا می فرمایند اگر یک آیه رو شنیدی از من به دیگران برسون. بهترین کار در دنیا اخراج مردم از شرک و بدعت و زلالت و جهنم به سوی توحید و قرآن و سنت و جنت، بهترین کار. رضا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید ای علی، اگر یک انسان به وسیله تو هدایت بشه از دنیا و مافیها برات بهتر، لیکن بر علمتون بیفزایید، بر دینتون بیفزایید. پیامبر اکرم می فرمایند او پیغمبر خداست، وحی بهش نازل میشه، در ارتباط با وحی، سرور بشر، حبیب حق و سرور خلق. می فرماید اگر یک روز بر دانش من اضافه نشه، اون روز بر من مبارک نیست. برزا با شنیدن این برنامه ها به خصوص تفسیر قرآن روزی یک ساعته، بر دین خود و بر ایمان خود و بر اندیشه خود بیفزایید. و شبکه های توحیدی همشون برنامهشون مفیده. لیکن بدون برادر ارجمن، به مجرد اینکه انسان پا رو در راه ایمان میذاره امتحانات بیشتر میشه، و به هر اندازه که انسان ایمانش قوی تر باشه امتحاناتش سخت تره، برای که طلای آب دیده بشه. خداوند مشکلات شما رو کمتر کنه و شما رو سلامت ایمان و قدرت بیان و علم و عمل نصیب کنه، شما و امثال شما رو سرمشق و الگوی هدایت و دعوت برای شهرتون و کشورتون گردانه، و شر خونریزان ولایت و خون آشامان امامت و دجالان امام تراش و باندهای فراموسولی حوزویه و حاکم بر کشور نجات بده، اونها را به جان هم بندازه و شرشون را از کشور ما بردار.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد